سلام علیکم. حالتون چطوره؟ یه بار دیگه من تو آشپزخونه بهنامم تا با هم دیگه چی درست کنیم؟ کرپ. حالا کرپ چیه؟ کرپ یه نون نازک فرانسویه که روی صفحه صاف درست میکننش و از یه منطقه‌ای از فرانسه میاد به نام ویتون. این کرپ هم به صورت غذایی خورده میشه و سیوری و هم به صورت دسر سویت که ما امروز می‌خوایم سیوریشو درست کنیم. اگر شد، اگر چیزی ازش موند، آخرش شیرینش می‌کنیم که دسرش هم یه مورد دسرش هم داشته باشه. حالا ما امروز چیزی که می‌خوایم درست کنیم با گوشت چرخ کرده است و بادمجون. گوشت چرخ کرده است یه چیزی شبیه ماده ماکارونیه که اکثر ایرانی‌ها دوست دارن و بادمجون که من فکر نمی‌کنم کسی تو این دنیا باشه که بادمجون دوست نداشته باشه. جون. حالا می‌ریم مراحل آماده سازیشو با هم دیگه ببینیم. می‌ریم که با هم خمیر کرپ رو درست کنیم. توی این مرحله 500 میلی لیتر شیر لازم داریم که آقا بهنام زحمتشو میکشه و میریزه توی کاسه. یا یه بار دیگه بزن. خب خوبه نشکنه. اندازه یه نوک قاشق چایخوری نمک لازم داریم. زیاد نمیخوایم چون اصلا نمیخوایم شورش کنیم. کافی. یه ذره هم نوک قاشق بیشتر بود ولی اب نداره. یه تخم مرغ کامل بالا. حالا شو تو بندازی. 75 گرم هم کره آب شده. میبرم. خب الان به بهنام زحمتی که شما اینا رو با هم دیگه شروع به مخلوط کردم. بوی کرش بلند شد. الان اینا با هم مخلوط شدن. الان کاری که باید بکنیم اینه که آردمون رو شروع کنیم بهش اضافه کردن. این کارو بهتره یواش یواش انجام بدیم به دو دلیل. یکی اینکه سریع نپاچه بالا رو لباسمون یا رو میزو کثیف کنه. دو دلیل دومش اینه که آردمون گوله گوله نشه. به همین دلیل شروع می‌کنیم با قاشق اضافه کردن. این آردایی که دورش جمع شده رو با قاشق میاریمشون وسط که دوباره ادامه بدیم تا آرد رو اضافه شروع کنیم به اضافه کردن که به اون غلظتی که دلخواهمونه برسیم. زمین جا؟ این هنوز مقداری شله. راه این که بخوایم امتحانش هم بکنیم اینه که وقتی که با قاشق میریزیمش نباید زود قطع بشه. این هنوز زود قطع میشه. یعنی وقتی که آرد خمیر داره میریزه زود قطع میشه. واسه همین شروع میکنیم دوباره بهش آرد اضافه کردن آروم آروم. آره بیا شیوا ما بگیریم. اهم جزو میکنه ولی بیا بالاش. خب این الان به غلظت مورد نظر رسیده. فقط هنوز اگه نگاه کنید توش یه مقدار حباب هست که اینو با قاشق یا ملاقه به چند ثانیه هم میزنیم تا دیگه اون حبابا رو نبینیم و این میره واسه یه استراحت چند دقیقه‌ای تا ما اون مواد داخلش رو آماده کنیم.
یه نکته هم گفتی که اگه بذارن شب تا صبح بمونم اون بهترین حالتشه، هر چی بمونه بهتر میشه. فقط وقتی که از توی یخچال درمیایی اگه یه شب مونده باشه مقداری سفت میشه. تو توی محله میتونید دوباره کمی شیر بهش اضافه کنید و با قاشق و با ملاقاتون همش بزنید. نکته ها خیلی خوبه. خیلی خوب که گفتی. الان میخوایم مواد داخل کرپمون رو درست کنیم. البته این موادیه که میگم ما دوست داریم، خودمون چندین بار درست کردیم، خوردیم، خوشمون اومده. جورای دیگه هم درست کردیم، با مرغ درست کردیم، با سبزیجات درست کردیم، حتی با پنیر پیتزا و کالباس هم درست کردیم، وسطش کچاپ زدیم، اونم خیلی خوشمزه شد. با سوسیس هم با کراکاوا یا کراکوف خیلی خوشمزه میشه. خب الان آقا بهنام میخواد زحمت سرخ کردن بادمجونا رو بکشه. اینجا یه مقدارش می‌ریزه، بعد اگه زحمتی نیست بره روی اون یکی اجاق و اونجا بقیه‌اش رو چیز کنه. می‌خواستم فقط بگیم که بادمجوناتون رو این شکلی اگر خرد کنید مناسب‌تره. حالا هر دیگه شما هر جوری دوست دارید، می‌تونید حلقه‌ای سرخ کنید، می‌تونید برقه‌ای سرخ کنید. هر جوری که دوست دارید. اون دیگه بستگی داره که شما چه جوری دوست دارید بادمجون زیر دندونتون بیاد. اینجوری یه مقدار گوشتی‌تر میادش. تو رکورد باشید شما. خدا نگهدار. من میخوام مایه ماکارونیمونو درست کنم. مایه ماکارونی یه مقدار سفترمونو مثل همیشه کمی روغن، زیاد نه، برای تفت دادن پیازمون و سیرمون. الان روغن اون به دمای مناسب رسیده. من پیازو که از قبل نگینی خورد کردم وارد قابلمه کنم. پیازها وارد میشه. الان پیازه آبش گرفته شده و شفاف شده. الان سیر رو بهش اضافه میکنیم. منم هنوز دارم بادمجون سرخ میکنم. بهنام هنوز داره بادمجون سرخ میکنه. توی مرحله زردچوبمون رو به پیازا اضافه میکنیم، پیاز و سیر. فقط زیاد نزنید که تلخ نشه. گوشتمون رو اضافه میکنیم. بهنام هنوز داره بادمجون سرخ میکنه. خوبه. بادمجون سرخ میکنی؟ گوشت ما رو سر کار. گوشت رنگش عوض شده. یواش یواش داره میپزه. الان وقتشه که رو به گوجه رو بهش اضافه کنیم. من غذا پر رب دوست دارم. غذا باید قرمز باشه. دلت واسه ربای مامان افروز سنگ نشده؟ چرا؟ من اصلا کپک های روش. دیدی باسنم خاروند. میخوایم ادویه‌هاش رو اضافه کنیم. فلفل سیاه میزنیم. دارچین که همه چیز رو به نظر من خوشمزه میکنه. من جا دارم اورگانو میزنم. اورگانو اگه تو دسترستون بود، اورگانو اگر نبود میتونید از آبیشن استفاده کنید. ولی اورگانو من خودم تو بازار تجریش پیدا کردم و خریدم. خیلی هم اورگانوش خوب بود. و نمک، اونم باز دوباره زیاد نه.
با ذائقه خودتون. چون این باید یه مقداری هنوز بپزه، چون نمیخوایم آبدار باشه، کمی آب بهش اضافه میکنیم، میذاریم یکم قول بزنه که قشنگ کامل با هم دیگه بپزن اینا. خب مایه کرپمون آماده است با این غلظت. غلظت بادمجون سرخ شده و گوشت مایه ماکارونی. آره ماده ماکارونی. اون چی بود؟ اون خام است. من ترجیحم همیشه با کرم فرشه، ولی خب شاید دوستان تو دستاورشون کرم فرش نباشه. کرم فرش یه خامه باز به فرانسوی کرم فرش میگن بهش. حالا از حالا دوستانی که فرانسه زبونن ایراد نگیرن، من با لهجه آلمانی گفتم. بعد خامه است به خاطر اینکه اینا رو این مزه ها رو قشنگ با هم جمع کنه. چیزی که تو دستتون از این خامه صبونه‌های صورتی اونم نبود با پنیر خامه ای، فقط به خاطر اینکه تمام این مزه ها رو با هم دیگه بالانس کنه، همه رو با هم دیگه بیاره توی یه لول. الان دیگه اون وقتی رسیده که می‌خوایم کرپمون رو، اون نون کرپ رو آماده بکنیم. ما اینجا یه دونه دستگاه کرپ داریم که تو ایران هم پیدا میشه فکر کنم، ولی اگه پیدا نکردید یه مایتابه می‌خوایم با سطح پایینی صاف و ترجیحاً تفلون که بهش نچسبه. می‌ذاریدش روی اجاق، کمی که گرم شد یه ذره روغن، فقط خیلی کم میزنید روش که دیگه اگر همارا بود جایش بچسبه دیگه نچسبه. الان پلاتمون داغه و میخواییم کرپمونو بزنید. شما اگر با مایتابه میزنید حتما وقتی که این خمیرتونو میریزید توی مایتابه از روی اجاق بلند کنید و به صورت دورانی بچرخونید، چون که این خمیر شله به همه جا پخش میشه. فقط دقت کنید که همه جا به یک قطر مشخص پخش شده باشه، یعنی اینکه یه جاش کلوف نباشه یه جاش نازک. و اینکه من چون ملاقم کوچیکه بیشتر از یه ملاقه میریزم، شما اگه ملاقتون بزرگه یه ملاقه کافیه. من اینجا دارم جینگولک های شما با آماده میکنم. اگر از این پلات ها گیر آوردید حتما باشی همین چوبی هم یادش. اینو باید بذارید تو آب و بعد شروع میکنید خیلی منظم اینو به همه جای پلاتتون، پلات همون صفحه داغ، همون صفحه داغتون ببخشید پخش کردن. دویچه مودلش کرد نازو، یعنی این که موقعیت های آلمانی لغات میخواستم بگم شد مودلش کرد. لغات آلمانی چی بود؟ دویچه بواته. دویچه بواته. این نظر. چند ثانیه که صبر کنید خودتون میبینید خمیر داره باد میکنه و اینکه اینا داره خشک میشه، یعنی همه جا خمیر باید خشک بشه و اینطوری باد کنه. توی این مرحله خمیرمونو برمیگردونیم، کرپمونو برگردونیم به خاطر اینکه طرف دیگه کرپ هم طلایی بشه. این کمک میکنه به اینکه سلام آقا، نظر آقا سلام میخوام گوش نشون. این کمک میکنه به اینکه روی کرپتون اونجایی که میخواید میل بکنید خیلی به قول آقا بهنام خشخشی بشه، یعنی اینکه ترد بشه. دوباره برش میگردیم، دقت کنید طلایی شد. دقیقاً گفتم این مثل نون میمونه، این شبیه نون ما میمونه. خب نون تافتون فرانسویمون آماده است، میخوای ببندیش؟ آره دیگه بخوریم. الان شروع میکنیم مواد رو گذاشتم، گفتیم قبلا هم هر چی دوست دارید بذارید جای این، ولی این کامبینیشن یا این موادی که ما اینجا داریم حتما خوشمزه است، امتحانش کنید. ترکیب این ترکیب مقداری از این گوشت میذاریم، فقط بذارید وسط و شروع کنید به پخ کردنش، یعنی اینکه پخش کردنش. پخ هم میگن دیگه، به حالت مستطیل طور پخش کنید اینو به خاطر بستنش، چون میخوایم کتابی ببندیم شبیه کتاب بستش. بادمجوناتون هم بریزید. من اینجا بادمجون زیاد میریزم چون رفقا بادمجون زیاد دوست دارم. خاممون یا همون کرم فرش یا کرم فرش یا هر چیزی که استفاده میکنید.
چی میکنی به تا کردن؟ از دو طرف؟ از این طرف. یه دور برش میگردنیم این قشنگ بسته بشه به همین راحتی. خب بریم تو باشگاه. بریم آقا. اگه قرار من بخورم من شیرینم میخوام. شیرینم درست میکنیم. شیرینم درست میکنیم. چه بویی. خب شیرینشو درست کنیم و جفتشو بکنیم. خب علاقه دسته یه ظرف من میدی. کاسه یه کاسه به اندازه سه ملاقه یه ظرف شکر بده. همون خمیر رو شما میتونید برای شیرین هم استفاده کنید. منتها بهتره که خمیر شیرین درست کنید. خمیر شیرینش هم به همون کارهایی که کردیمه، فقط شما اولش شکر هم اضافه میکنید. مقدار شکر رو بهنام براتون مینویسه. و اینکه اگر دوست دارید یه کمی وانیل. الان ما وانیل نمیزنیم چون که میخواییم با نوترا درست کنیم. نوترا خودش مزه غالب داره. ولی وانیل بزنید همسایه‌هاتون دیوونه میشن. اینو من فقط بگم. چقدر یه قاشق و نیم بزنی بس. نه خودم میخواییم بازم بهش نوتلا اضافه کنیم. نوتلا خوبه؟ از اون سوشی ها درست کنم؟ شبیه سوشی. خب برنام جان نوتلا هم به من میدی؟ این هم از خمیر شیرینمون. بوشم فرق میکنه. آره اصلا بوش عوض شد چون بوی شکر انگار بو داره کاراملایزد شده. و حتی میدونی که وانیل بزنی دیگه واقعا بوش کامل فرق میکنه. اینا رو نمیگیری؟ دارم میگیرم. اینم روش میزنم. کیا؟ روش میزنم. یا فقط هم یه ذره. برای تزیینش یه ذره میزنم. مثل همون مراحل برگردوندیم. الان قشنگ روش کریسپی شده. داریم مثل سوشی رولش میکنیم. لیمون هم هر جور دوست دارید باز میتونید ببندیم. الان فقط واسه اینکه خانم کارگردان و خانم فیلم بردار حوض کرده بود ما گفت میگه دسر کوچولو هم بهش بدیم و تمام. بریم من بیام بفرمایی. اینم دسرت. اینم یه خامه هست. فقط خامه. خانم فیلم بردار. خانم فیلم بردار هستم. اومدم که میل کنم تشریف آوردم میل کنم. خب میریم. استثنا شده باشید. با دست. با دست. همه چی با دست. میذارم کنار برات. بیا. اینم با دست. چرا حالا چرد؟ سمبوسه ای. حالا سمبوسه ای با. آره. ببینیم چه خبر از آن تو بوش که خیلی خوبه. آره بوش خیلی خفنه. بفرمایید. خدا آقا پنیرم بریزیم. آره همه چی هر چی دوست داری کلا با این نون هر چیزی به نظر من خوشمزه میشه. از اونجاش فقط بخور. زیاد کلم نکنید. بذارید اول ببینم همه ملاتش موند. سرم مرده یه قاشق میدادین راحت هم میخوردم.
بد بود؟ این نبر بود؟ خیلی خوبه بایم جون. یه دونه من بده جون. هانی بیا. تو چرا با قاشق چنگال مشکل داری؟ برو هی دست عوض نیست. دست راحت ترم به نظرم خیلی جذاب تره. گاز بده من. من بهتر بود؟ من فقط نون بود. گازه رو نگاه کن، این توی، این منم اون مهدی بیده. ببین خدایی خب نمکشنا همه چی عالی. ببین همه چی؟ همه چی؟ همه پنیرها توش جوابه. اصلا اون تاپینگ هایی که روی پیتزا میریزی همه اینا رو میتونی توی این هم جا بدی. اصلا می‌بینید یه مشکلی که تو خونه هستش، یعنی آدمایی که تو خونه نون درست نمی‌کنن چون فکر کنم باید خمیر درست کنن. این خمیر چون مایع است می‌تونی درست کنیم باهاش صبحونه تو بخوری قشنگ. قبول داریم؟ عالیه. دسر هم بکنم؟ بله بفرمایید. نمی‌خوری؟ شما بفرمایید دسر بکنید. این خامه مایع است، یه بار دیگه هم گفتم فقط اگه دوست داری می‌تونی بزنی تو این بخوریم. یه ذره مزه‌شو بهتر کنه. تو پنگال راحت مال من. یه خمیر دیگه شد ها؟ خیلی خوبه. فقط میدی چی شد؟ میدونه پیاز شیم بقید جویدم با نوتلا و پیاز شه. ترکیب خوبی میشه نوتلا و پیاز شه. نه بابا بهانه بود که یکی دیگه بخوره. نمیگم چرا هم میری آقا؟ خب نخوریم دیگه. فوکس دوربین روی ستامون باید باشه. فوکس روم نباشه بهتر میره. خب دوستان اون گرفت هم دارم کنید که کنید لذتش رو ببرید. بقیه چیز دارم بهنام میگه چی شده؟ آه خیلی خوشمزه بود گیت شدم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت هم یادتون نره. تو رو خدا چیزی که من همیشه از پشت دوربین یادآور میکنم نمیذاره حرف بزنم. اگرم دوست دارید که مجید بازم غذا درست کنه، یعنی از آلمان بیاد بازم غذا درست کنه، این زیر واسش بنویسید که تیکتو دفعه بعد و زودتر بگیره بیاد غذا درست بکنیم. در نهایت خودتون رو از کنار بریم. یه بدبختی هم این زیر. آیا خدا غذا خوشم الان خورد. پسته خب بریم. نداریم بریم. نگاه نکنم. بای بای, بای.